بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همگی بخیر. سلام و عرض ادب دارم برای نمایندگان تمام ژورنالیست های کشور و نماینده های مطبوعات عزیز کشور، به یاد از همکارای عزیز خود. با سلسله گزارش دهی از کارکرد های وزارت محترم مالیه، سلسلتا نوبت بخش عواید و گمرکات است و مختص در موارد عواید و گمرکات اجراءات آخر و ضمن در بحث تخصصی تر در بخش عواید رئیس صاحب ما موجود هستند و همچنان بخش گمرکات. خب معلومات اول خود درباره بنچمارک ها یا اهداف ارائه شده IMF ارائه می کنیم که در سال 2016 برنامه را برای 4 تا 5 سال IMF روی دست گرفته بودند که برای هر سال 2 مرور از کارکردهای وزارت محترم مالیه را تعیین میکردند. اهداف داده شده با اهداف مالی از جمع‌آوری عواید داده شده را تثبیت میکردند که خوشبختانه گراف هایی را که پیش ما هست نشان میده که از سال 1394 الا 1398 جمع‌آوری عواید، خصوصا از جمع‌آوری عواید داخلی ما که از بخش مالیات و گمرکات اردو شده برمیگیره، شما ببینید که از سال 1394 عواید هدف داده شده از طرف IMF 123 میلیارد بوده، در سال بعد 1395 به 132 میلیارد و در سال 1396 به 152 میلیارد و به سال 1397 به 173 میلیارد. این سلسله یک گراف بسیار مثبت نشان می دهد که یک سال از سال دیگه بهتر بوده. همین طور در سال 1398 اهداف داده شده به وزارت محترم مالیه به خاطر جمع‌آوری عواید داخلیشان در ابتدا 188 میلیارد تعیین شده بوده و با ریویو IMF در سپتامبر سال 2009 اهداف داده شده تکمیل شده بود، تمام بنچمارک های IMF هم تعیین شده بود و الا تاریخ سپتامبر ما از هدف جمع‌آوری عایداتی از عواید داخلی خود حدودا 5 میلیارد اضافه تر عواید جمع‌آوری شده بود. معلومات امروزی ما برای عواید جمع‌آوری شده الا دیروز که ارقام امروز داخل نیست 165 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده که در عین سال به تناسب سال گذشته 11 میلیارد افغانی را افزایششان میده. روزای و ایام باقی مانده که پیش روی هست، انشاءالله با در نظر داشته شرایط فعلی و عناصر و اجراءاتی که در جریان است، ما بتوانیم اهداف داده شده را که بعد از با شما پیشتر هم ارائه کردیم که اهداف داده شده 188 میلیارد افغانی بوده برای سال 1398 و در جریان ریویوی بودجه مالی هدف دوم که داده شده 200 میلیارد است که انشالله تا ختم سال مالی به این هدف ما انشالله نایل میشیم. طبعا بعضی عوامل بیرونی، مظاهرات کشورهای همسایه یا رخصتی های دوامدار در داخل و بیرون و جریاناتی که خصوصا ابهامات به نام فصل انتخابات میگن، در فصل انتخابات ابهامات سیاسی وجود می داشته باشه و یک مقدار کاروبار با کسرات مواجه میشه و اکثر کسایی که تجارت پیشه و سرمایه گذار هستن برای برنامه درازمدت خود یک وقفه میتن و منتظر نتایج میشن که امیدوار هستم که هرچی زودتر نتایج اعلان شوه و ما بازار کاروبار ما رونق دوباره بگیرم. سلسله برنامه‌ای را که ما در 3 ماه آخر آغاز کردیم، ما بعضی پروسیجرهای تکنیکی مثل استفاده از اصطلاح عام به نام بیلتی میگفتن که اموال بدون تشریع و بدون طی مراحل اصولی از کشور مثل پاکستان داخل افغانستان میشد، ما میکانیزم از بین بردیم و یک سلسله تغییرات مثبتی را در بنادر خصوصا شرقی ما روی دست گرفتیم که تفاوت عایداتیش قابل ملاحظه است.
به خاطر یکسان سازی اجراءات خود ما کدای تعرفه ای را و قیمت گذاری ها را پروسیش آغاز شده. مثلا برای مواد اولیه کوشش به این است که به جای داشتن چندین کد تعرفوی ما یک کد تقریبا مشخص داشته باشیم تا سوء استفاده از قیمت های مختلف گرفته شود و مو احتمال فسادی که مد نظر است و هم رفع شود. در بخش کارهای تکنیکی و تکنولوژی ما ترازوهای دیجیتال را به امبن امروز عملا کار ساختمانیش تکمیل شده. این سیستم های ترازوهای دیجیتالی سبب میشد تا مستقیما ترازوها با سیستم هستی کده ما وصل باشند و اوزان محموله های تجاری را به شکل دقیقش بعد از اینکه ترازو ساخته میشه بدون مداخله فرد یا شخص این را گزارش بده و این به مرکز ثبت شود. این کار ما در ننگرهار شروع کردیم. ترازوهای دیجیتالی به ننگرهار رسیدن و قرار است که در ظرف 3 ماه آینده ما بتونیم حداقل گمرکات طرف حوزه غرب مکمل و ننگرهار را هم تکمیل بسازیم و این سبب میشه تا مسوع استفاده های از اوزان محموله های تجاری را جلوگیری کنه به بسیار حد زیادش. همچنان ما در ساحات گودام های ننگرهار و دروازه ورودی ننگرهار کمره های مدار بستر نصب کردیم که تا اجراءات یومی تخلیه و بارگیری و تشریع و امثال هم تحت کمره باشه و در مرکز در کابل در مونه تواید گمرکات ای ثبت میشه و ریکارد میشه در صورتی که ما تخطیر پیدا میکنیم دوباره راجع میسازیم که موجودیت کمره های مدار بسته در سطح اثر گمرکات و به شکل دائمی از جریانات ثبت کردنش یک از وسایل تکنولوژی است که مبارزه با فساد میتونه تقویت بکنه و جلوگیری و سوء استفاده هایی که معمولا در وقت تشریع و در وقت تخلیه و بارگیری صورت میگیره هم مانع شه. موضوعات خریداری های اسکنر هاست. اسکنر ها میتونه ما را به خاطر تغییر جنس و یا قاچاق بسیار کمک کنه. پروژه مشترک دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت مالیه و ADB ما چندین اسکنر را در طی مراحل کردیم. در مرحله نهایی در تدارکات ملی قرار دارن که با خریداری و نصب از او میتونیم در آینده های نزدیک جلوگیری از نوع قاچاق و تشریع غلط مانع شویم و سبب افزایش چشمگیر عواید ملی ما شویم. در بخش تنفیذی ما اجراءات ما به شکل قاطع در مقابل کسایی که فرار از مالیات میکنند و از محصول گمرکی میکنند. شما در جریان هستین که ما وقتاً فوقتاً گزارشات را ارائه کردیم. یک تمایل دائمی در سطح مارکت افغانستان وجود داشت که برای اطلاع و اسباب الکترونیکی خصوصاً موبایل موترهای زیری کوشش میکردن که از راه های غیر قانونی داخل افغانستان شود. ما در میادین اوایی برنامه تنفیذی ما را شدید شدت بخشیدیم. افراد و علاقات را دستگیر کردیم که تمرد میکردن و میخواستن فرار از محصول مالیه بکنن. همچنان موترهای زیرهی را در به شکل قاچاق در کانتینرها به شکل بسیار مخفی از راه غیر قانونی داخل کابل میکردن که او را هم دستگیر کردیم و فعلا در معاینه تواید گمرکات اسناشان طی مراحل میشه به خاطر مصادره و طی مراحل قانونیشان. همچنان ما محموله های که بعضی از افراد تحت نام کمیشن کارا در گمرکات مختلف محموله های تجاری را میگیرن بنابر امور رابط های نامشروعی که دارن و با محلقه مخصوص فساد وزن کتمان میکنن. مقدار مثلا ما ارقامی داریم و اسنادی داریم که معموله های آهن چادرها و آهن گادرها را با یک وزن تقریبا بسیار تفاوت زیاد در کابل متوسط مراقبه سیار دستگیر کردیم. اونا هم تحت پایگرد هستند. در دو حالت اگر اسنادشان نداشته باشند مصادره میشه و اگر اسناد داشته باشند و کتمان وزن و کتمان جنس کرده باشند تا حد 5 چند محصول مالیه تحویل میکنن که یک نوع برنامه تنفیذی است و تانسته تا جلو قاچاق بگیره و تشویق شوه تجار ما تا از مجرای قانونی و از مجرای رسمی عواید مالیاتی خود تحویل بکنن، عوارض مالیاتی خود و مسئولی خود و
و فرار از محصول گمرکی را اجتناب بکنن، چون برنامه تنفیذی ما واقعا با یک بارگی کسی که کتمان میکنه متضرر میسازه. معلومات ایره شده ما برای اجالتاً برای شما همی بود و طبعا امکرایز ما و رئیس صاحب در بخش عواید گمرکات نبخش عواید سلسله اصلاحات سر و وسیر روی دست گرفتن که جزیاتی با شما شریک می سازه. در بعدا اگر جناب مومن صاحب معلومات داشتن اضافه تر با شما تقدیم می کنن. در غیر سوالات شما را می گیریم. تشکر بسیار زیاد. سلام عرض می کنم و صبح همه شما بخیر. ریاست عمومی عواید تاییده ماه سال مالی 1398 سعی و تلاش بیشتر نمود که تا بتوانیم سهولت های بیشتر جهت پرداخت مالیه و تصفیه مالیه برای مالیه دهندگان در سراسر کشور ایجاد کنیم، که یکی اهداف اساسی ریاست عمومی عواید ایجاد سیستم و تطبیق سیستم عواید است. خوشبختانه توانستیم که در سال مالی 1398 تا امروز در 33 ولایت افغانستان سیستم عواید تطبیق کنیم. مدیول اول سیستم در سراسر افغانستان تطبیق شد و همچنان در ادارات مرکزی 100% سیستم تطبیق شده و تمام اجراءات مالیاتی که از ادارات مالیاتی صورت میگیره از طریق سیستم است. یعنی آل ما از سیستم استفاده میکنیم و اظهارنامه مالیاتی ما، سنجش مالیاتی ما و پرداخت مالیات همش از طریق سیستم صورت میگیره، نه به شکل منوال. خوشبختانه در ماه سرطان توانستیم که ای فایلینگ یا خدمات الکترونیکی اظهارنامه را آغاز کنیم که به اساس از او توانستیم که ریاست مالیه دهندگان بزرگ در مرکز بیشتر از 50% مالیه دهنده از این سیستم استفاده کنه. این سیستم خوبیش است که تمام اظهارنامه مالیاتی از طریق سیستم خانه پوری میشه و سنجش مالیات توسط سیستم صورت میگیره و همچنان جریمه های مالیات پرداختش و تمام پروفایل یک مالیه دهنده در پیشرویش در سکرین در اختیار خود مالیه دهنده قرار میگیره و به اساس از اونا میتونن الرت که سیستم بر از اونا میتونن فرمه های مالیاتی خود به وقت زمان ارائه کنن. نه تنها مالیه دهندگان بزرگ بلکه مالیه دهندگان متوسط نیز از این سیستم استفاده میکنه و سیستم به شکلی است که بر تمام مالیه دهنده هست، یعنی این مربوط به یک ریاست نمیشه و مربوط به مرکز نمیشه بلکه در تمام ولایت هم از این سیستم استفاده کرده میتونن. فعلا هرات، بلخ، جلال آباد از این سیستم استفاده میکنن و همچنان ما تا ختم سال مالی 1398 تلاش داریم که 100% مالیه دهندگان بزرگ ما از این سیستم استفاده کنند. مسئله سومی که بسیار مهم می باشد تحقیق ابتدایی است. تحقیق ابتدایی در قدم اول در جهت تصفیه مالیات است که قبلا زمانگیر بود در ادارات مالیاتی. خوشبختانه امسال توانستیم که او را طی 21 روز قید بسازیم به اساس سیستم و همچنان این سیستم 21 روز به این معناست که 168 ساعت کاری به اساس سروی که نشان داده است در کشورهای جنوبی آسیا تقریبا به 200 ساعت کاری نیاز است که تصفیه مالیات صورت بگیره، اما خوشبختانه توانستیم در افغانستان از ماه سرطان به این سو تا 168 ساعت کاری ما میتونیم که تصفیه مالیات مالیه دهندگان در سراسر افغانستان ایره انجام بدیم، که ای از کلانترین دستاوردهایی است که بخاطر از اینکه اکثریت مالیه دهنده تشویش یا داشتن که زمانگیر می باشه و ادارات مالیاتی به وقت زمان تصفیه نمی کنند. بحث دیگه که در تصفیه تحقق ابتدایی مالیات و یا تصفیه مالیات بود ای که اسناد بیشتر اسناد حمایتی از اینا خواسته می شد. در حدود 13 سند حمایتی مالی نیاز بود که اینا بیارن و بعد از او تصفیه مالیات از او. خوشبختانه توانستیم که ایران بعد از 13 به 5 سند مالیاتی کسایی که از طریق اظهارنامه مالیاتی که خودشان میگیرن فرمه ها را خانه پوری میکنن، یعنی از سیستم ای فایلینگ استفاده نمیکنن، اونا باید 5 سند امرای اظهارنامه مالیاتی خود ارائه بکنن. اما کسایی که از خدمات الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی استفاده میکنن هیچ نیاز به سند ارائه کردن سند دیگر نیست.
موضوع دیگه که در ریاست عمومی عواید بسیار زیاد سوال برانگیز بود بررسی های مالیاتی هست. بررسی های مالیاتی نیز زمانگیر بودن، یعنی یک قضیه که یک دوسیه مالیاتی وقتی که تحت بررسی قرار می گرفت بسیار زمان نیاز داشت، مانا یک سال یک و نیم سال یا کمترینش هم 6 ماه. خوشبختانه توانستیم که ایران قید بسازیم و پروسیجر از مکمل آماده است، اما چون ختم سال مالی 1398 است، آغاز رو در شروع سال مالی 1399 انشاءالله رو شروع میکنیم که در محور، یعنی یک زمان برای هر نوع شرکت قید ساختیم که در اون زمان بعد اسناد ارائه کنن و بررسی از اونا مکمل شد. بررسی قبلا یعنی به اساس ازی بود که اداره هر دوسیه را انتخاب میکرد بررسی میشد و آل به اساس تحلیل خطر، یعنی هر دوسیه که خطر داشته باشه و دو امکانات ازی براید که مالیه کاهش پیدا کرده و یا بعض مسائل کتمان باشه او دوسیه های یا مالیه دهندگانی که دو جا کتمان کرده باشند در بعض قراردادها اونا تحت بررسی قرار میگیرن. در سال 1398 توانستیم که در رابطه با شرکت هایی که تعدادشان زیاد هستند و جواز گرفتن از سال 1381 به ایسو اما فعالیت تجارتی ندارن، یعنی اونا جواز به اهداف مختلف از سال 1381 به ایسو، مثلا به خاطر پاسپورت تجارتی یا به خاطر عقض اسلحه اینا جواز گرفتن، برای اونا یک پروسیجر ساختیم که طرز العمل در شورای عالی اقتصادی مطرح ساختیم، از طریق شورای عالی اقتصادی پروسیجر تصویب شد و طرز العمل ما تصویب شد و حال مورد استفاده قرار می گیریم. تقریبا شرکت هایی که به این هدف و تا امروز نامدن و ما او را به عنوان شرکت های غیب حساب می کنیم 50,000 است و لیست از او آماده است، با وزارت صنعت و تجارت شریک ساخته خواهد شد که بعدا وزارت صنعت تجارت به اساس زمون کسایی که قبلا جواز گرفته و جوازهای خود تصفیه نکردن دیگر جواز جدید بر از اونا داده نشد. مسجدی صاحب طرف سات اشاره میکنه، چون دستاوردا زیاد است میخوایم کوتاه‌تر صحبت کنم. ایجاد مدل مالی ثابت بار اول است که برای اصناف ما از طریق سیستم خواستیم در سال 1398 که بر از اونا یک مدل ساخته شد که به نام مالی ثابت است و اشخاص حقیقی 15 حوزه مالیاتی مرکز، یعنی از کابل با سیستم سکتاس عواید وصل شده و اونا استفاده میکنن. مدیول اول از توزیع نمبر تشخیصی هست که تی این بر تمام مالیده باید توزیع شد. در سال 1398 ما توانستیم که تفاهم نمای با ادارات امضا کنیم، به خصوص با تدارکات ملی و همچنان وزارت معدن، به خاطر شریک ساختن معلوماتی که شرکت ها پیش از اونا ثبت است و قراردادهایی که پیش از اونا ثبت است، به خاطر از اون میخواستیم که معلومات به اسرع وقت به دسترس اداره مالیاتی قرار بگیرد، با اونا تفاهم نامه امضا کردیم. همچنان با وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت معارف و ریاست شورای کابل جهت توزیع نمبر تشخیص، چون اساس مالیاتی از نمبر تشخیصی شروع میشه، با اونا تفاهم نامه امضا کردیم و خوشبختانه شاروالی تمام کارمندایش آل نمبر تشخیصی داره و همچنان وزارت دفاع، داخله و معارف در جریان است. تا ختم سال مالی ما باید با تمام کارمندای از اونا نمبر تشخیصی توضیح کنیم. در بخش قوانین نیز دستاوردهای داریم. قانون مالیات بر عایدات تعدیلش تکمیل شده، از وزارت عدلیه به اولسی جرگه است و در کمیسیون اولسی جرگه تحت کار است، انشاءالله در سال مالی 1398 تکمیل خواهد شد. قانون مالی زمین به وزارت عدلیه فرستاده شده که وزارت عدلیه بالای از اونا کار میکنه. مقرره مالیه بر ارزش افزوده از کمیته قوانین نیز تکمیل شده و به کابینه فرستاده شده. قانون تحصیل باقیات نیز تعدیلش تکمیل شد و به وزارت عدلیه فرستاده شده. یک مسئله اساسی دیگه طرز العمل محاسبین مالیاتی تکمیل شد که من بعد تا ختم سال مالی 1398 محاسبین مالیاتی از طرف ریاست عمومی عواید اینا سند میگیرن و به خاطر تصفیه مالیات مالیه دهندگان اینا در عمل از طرف، یعنی سند داشته می تصدیق نامه داشته می باشن که به اساس اونها اونا فعالیت کرده میتونن و محاسبین مالیاتی می باشن.
در قسمت عواید غیر مالیاتی نیز دستاوردهای خوب داریم. بار اول ما یک سیستم ساختیم با وزارت صحت عامه به خاطر جمع‌آوری فیس هایی که در شفاخانه ها گرفته میشه که سیستماتیک باشه، چون منوال مشکلات خود دارن. سیستم ساختیم و همچنان 50 کارمند بر از اونها استخدام کردیم در سراسر افغانستان که اونها جمع‌آوری فیس ها را داشته باشن، فیس در شفاخانه. همچنان با خط آهن، اداره خط آهن، تلویزیون ملی، استرا محکمه، ما توانستیم که امسال وسایل را بر از اونا مهیا بسازیم که اونا به عواید خود به شکل درست و به شکل از طریق الکترونیک، یعنی وسایل الکترونیکی بر از اونا دادیم که جمع‌آوری کرده بتانن. و همچنان سفرهای ولایتی داشتیم به خاطر بهتر یکسانسازی اجراءات در سراسر افغانستان در عواید غیر مالیاتی و همچنان در مالیات. سفرهای ما بیشتر بود که در ولایت نیز سیستمی که ما در مرکز تطبیق میکنیم یا طرز العمل هایی را که داریم، پروسیجر هایی را که داریم، اونا باید در ولایت هم یکسان باید تطبیق شود. در قسمت بنچمارک ها سال 1398 ما 4 بنچمارک داشتیم ریاست عمومی عواید: ایجاد برد حل منازعات، نشر راپور عواید در وبسایت که یک وبسایت بسیار مکمل از معلومات داریم که میتونن تمام معلومات ها از راپور عواید گرفته تا تمام پروسیجرها، قوانین در وبسایت است. ساختن ریاست مالی دهندگان واحد، تمام دوسیه هایی که مربوط این ریاست بود از ولایت ها خواسته شد و همچنان مقرره مالی بر ارزش افزوده که به اساس تکمیل این بنچمارک ها تقریبا 120 میلیون دلار ما توانستیم که از تکمیل این بنچمارک ها به بودجه دولت داشته باشیم. و همچنان در بخش ولایت بیشترین دستاورده که ما داشتیم امسال این بود که کمیته عوایدی تشکیل شد که در رأس از اونا والی صاحب می باشه و والی صاحب تمام برنامه ها را تطبیق میکنن و همچنان در بخش مالیات و عواید غیر مالیاتی موضوعاتی که می باشه والی صاحب اون را پیش میبرن. و بحث دیگه ای که داریم در تکس فریتی یا یعنی یک خبر بسیار خوبه هست که ما با کشورهای دیگه تکس فریتی خواهم داشت در بخصوص ترکیه و امارات که کار شروع شده امسال و در شروع سال مالی 1399 انشالله ما امی تکس فریتی هایی که با اونها خواهد داشتیم امضا خواهد رسید. تشکر. و بخش عواید موین صاحب یاد کردن، من صرف میخواستم یک عواید از امسال سال 1398 بر شما بگویم که تا امروز عواید که جمع‌آوری شده، پلانی که داده شده بود 200 میلیارد است تا ختم سال مالی 1398، و عواید که جمع‌آوری شده 165 میلیارد جمع‌آوری شده که در اینجا نظر به سال گذشته وقتی که مقایسه میکنیم 11 میلیارد ما بیشتر از سال گذشته عواید بیشتر جمع‌آوری کردیم. و بخش مشخصا اگر بخش عواید را بگویم 8.5% تزیید داره نظر به پلانی که برای امسال سال 1398 برشان داده شده. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زیاتره موضوعات برای که معلومات موین صاحب خپل وینا کې تاسو سره شریک کړل، زه غواړم صرف یو دوه درې مشخص، ځکه چې وخت هم کم دی، شمرو صاحب هم اشاره کوي، نو مشخص یو دوه درې مورد دي چې هغې باره کې به زه تاسو ته لږ معلومات درکړم. دکه د موږ استاذو دپاره په افغانستان کې صنعت برخه، د زراعت برخه، دا د موږ استاذو دپاره ډېره کلیدي ډېر اهمیت لري. په دې دپاره صنعت لا دغه دپاره موږ ترجیحي تعرفه لرو په ګمرکاتو کې چې څنګه وکولی شو چې موږ خپل صنعتي برخه تشویق کو او د سپورټ کو. په هغې کې په سه کال په دې وخت په 1499 کال کې څنګه چې تاسو ته معلومات دی، اول ترجیحي تعرفې باره کې درته لږ معلومات درکړم چې په دې کې موږ صنعتکارانو ته ترجیحي تعرفه ورکوو، هغې ته تعرفه راټیټو نسبت د نورو. دې دوه برخې لري ترجیحي تعرفه، چې یو د هغې د ماشین آلاتو دپاره ده او دویم د هغې د خام موادو دپاره. سه کال په د هغې د ماشین آلاتو دپاره نوي شرکتونو موږ ته مراجعه کړې ده چې تقریبا 300 ماشینونو دپاره، مختلفو ماشینونو دپاره هم د هغې دپاره هغې ته معافیت یا ترجیحي تعرفه ورکړې ده چې ټول قیمت یې تقریبا 3 میلیونه ډالر کېږي. دې سره د موادو خام دپاره
تقریبا 15 مختلف فابریکو او شرکتونو مونږ ته مراجعه کړی ده چې ټولو ته مونږ هغه ته ترجیحي تعرفه ورکړی ده. دې سره سره زراعت په برخه کې تاسو په جریان کې هستئ، مونږ موسمي تعرفه لرو. موسمي تعرفه داسې چې کله زمونږ په افغانستان کې مختلف میوه ده او سبزي ده چې دې خپل موسم وسیږي، نو په دغه وخت کې مونږ افغانستان د دې لپاره چې د داخلي میوه او سبزي سپورټ کړو، نو په دغه وخت کې مونږ تعرفه چې واردات کېږي هغه زیاتو، بیا چې هغه موسم کله خلاص شي بیرته هغه تعرفه بیرته ټیټیږي، ځکه چې دې د خاطر چې زمونږ خلک غریب خلک وکولی شي چې دا سبزي او میوه په ارزانه بیه ترلاسه کړي. د دې لپاره مونږ دا تعرفه تقریبا 100 کاله کېږي چې مونږ لرو. 100 کاله مونږ د وزارت زراعت سره په امانګۍ په دې باندې نور کار هم کړی دی. هغه موضوع چې کوم ځای کې مونږ په موسم په برخه کې هغه د یو خاص موسم په برخه کې چې مختلفو سبزي او میوجاتو ته مونږ درلودله هغې کې لږ فرق راوستی او بعض ځایونو کې هم تعرفې جګې کړي دي. کوشش هم کړی چې څنګه کولی شو مونږ صرف په هغه خپل موسم په وخت کې چې لکه څه رقم چې مونږ شاهدانو پروس کال او سکالې په فراه او په قندار انار او د فراه اندوانې چې وي دا ډېرې په ارزانه بیه وي، چې کوشش کوو چې دا دې ته یو رقم سپورټ ورکړو. په عین وخت کې مونږ په سکوډا کې سکالې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. غواړم چې تاسو سره ډېر مشخص یو څو موارد تاسو سره شریک کړم چې یو مونږ اوس په دې وخت کې ټی آی آر مونږ خپل سکوډا سیستم دی چې هغه مونږ غواړو چې په ډېر نږدې آینده وخت کې انشاءالله چې هغه د ټی آی آر سره وصل کړو، نو بیا دې سره مونږ کولی شو چې یو انټرنیشنل ترانزیټ بین المللي چې د افغانستان د لارې کېږي هغه ښه کنټرول کړو. په عین وخت کې هغه مال اموال چې کوم افغانستان ته د ټی آی آر په پروسې لاندې راځي، نو هغې کې د اظهار غلط مخنیوی هم وکړو، چې غلط اظهار کېږي د هغې مخنیوی هم وکړو. په عین وخت کې مونږ د اسکوډا ډیزاسټر ریکوري سینټر چې زمونږ ډیټا د سرور دی دا هم په ویلنسیا سپین کې یو 13 هفته کې مونږ هلته فعال کړو ډیزاسټر ریکوري سینټر، نو اوس کولی شو خدای دې اسات نه راولي په افغانستان کې، خاص ځکه مونږ صرف ټول ډیټا په کابل کې و، نو خدای دې اسات نه راولي که کومه واقع کیږي، نو مونږ اوس د دې بیک اپ چې دی هغه په ویلنسیا سپین کې چې هلته د یو این یو ډیټا سینټر دی هماغه هلته مونږ دغه لرو. دې سره سره تاسو په جریان کې هستئ چې په دې اواخرو کې پاکستان مونږ سره په دې باندې توافق ته رسېدلی چې په تورخم کې مونږ 40 ساعته فعالیت وکړو، نو د هغې د خاطره مونږ ټول افغانستان کې زمونږ سیستم چې دی اوس 40 ساعته فعال دی، نه صرف تورخم دپاره بلکې نورو بندرونو دپاره هم سرحدي ګمرکونو دپاره هم زمونږ سیستم چې دی هغه 40 ساعته فعال دی. مونږ کولی شو چې هر همسایه وطن که مونږ سره وغواړي ناوخته پورې کار وکړي یا آماده اوسېږي چې مونږ ورسره کار کوو، خاص کر ایران سره او تاجکستان سره چې وکولی شو چې په آینده نږدې کې هلته هم مونږ سرحد باندې 40 ساعته فعالیت ولرو او د تجار دپاره یو سهولت وسیږي. د دې نه علاوه یو موضوع چې هغه هم د خارجي ترانزیت د بین المللي ترانزیت د کنټرول دپاره دی چې هغه د موټرو د ردیابۍ وسایل دي چې ټریکینګ ډیوایس وهیکل ټریکینګ ډیوایسز چې دي هغه په آینده نږدې کې دا هم د تدارکاتو د پروسې لاندې دي او امید ده چې انشاءالله آینده نږدې کې به دغه پروژه خپل فعالیت شروع کړي او مونږ به وکولی شو چې ټول هغه موټرې چې په ترانزیت بین المللي لاندې افغانستان د لارې تیریږي، نو هغه مشکلات چې مونږ لرو او امکان لري چې په افغانستان کې دلته ښکته شي نو هغه مخه ونیسو. او دین علاوه صرف مشخص صرف به د اکیډمۍ په باره کې یو څه معلومات درکړم. مونږ په ګمرکاتو کې اکیډمۍ لرو چې په 3 کال مونږ 130 نفره ګمرکي مامورین د 4 میاشتو دپاره، 186 نفره په سپیشلایز ټریننګ کې، او دین علاوه 122 نفره خارجي ټریننګونو کې چې هغې کې غټه برخه مونږ د ډبلیو سی او عضویت لرو، نو ډبلیو سی او د بودیجې او د همکارۍ د دغه لاندې مونږ وکولی شو چې خارج ته ټریننګ دپاره ولېږي. تقریبا ټوټل 1500 نفر تقریبا راځي، 4 اتیا نفر
او صرف د عواید باره کې خو موین صاحب او رئیس صاحب معلومات درکړل، صرف د ګمرکاتو د بودیجې د مصرف په باره کې غواړم چې ویم چې موږ شپږ اتیا میلیونه افغانۍ بودیجه لرو سږ کال لپاره، چې اوسه پورې موږ کولی شو چې 83% خپله بودیجه مصرف کړو. مننه، ډېره مننه.